مهمان من در سالهای اخیر به خصوص درباره چهار موضوع بیش از موضوعهای دیگر کتاب و مقاله نوشته، درباره اونها بحث و سخنرانی کرده و در کلاس‌های آموزش اینترنتی درس داده. خشونت، دین و خشونت، نقش سیاسی دین و فلسفه حقوق بشر. مهمان من محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و فعال رسانه‌ای است. نظرات او در خصوص دین و به طور اخص دین اسلام اغلب جنجال آفریده است. مخالفان نظراتش به خصوص در طیف روشنفکران دینی او را متهم می‌کنند که برداشت‌های متفاوت از اسلام را نادیده می‌گیرد و به جای مقابله با استبداد دینی حاکم بر ایران خود اسلام را نشانه رفته. آنها می‌گویند او بیش از هر چیز اسلام ستیز است. جواب او به این اتهام‌ها چیست؟ آقای محمد رضا نیکفر، به برنامه ببارد دیگر خوش آمدید. بسیار ممنون از دعوتش. آقای نیکفر، یکی از اتهام‌هایی که به شما زده میشه و من اینجا نقل قول میکنم از یکی از این روشنفکرهای دینی که میگه که نیکفر اسلام حکومتی را تنها اسلام گرفته و خدای اسلام را خدای همین شکنجهگران میداند تا به بهانه سرکوب عمل کرده حکومت جمهوری اسلامی اسلام را بکوبد. چیه جوابتون؟ واقعیت این هست که مسئله من اسلام نیست، یعنی من اشتغالم در فلسفه هم پرداختن به فلسفه دین نیست. در این موقعیتی مشخصی که ما قرار گرفتیم، من میاندیشم و این پدیده رو میبینم و این پدیده رو نه ناشی از سوء تفاهم میدونم، نه ناشی از یک تفسیر غلط میدونم، بلکه معتقدم این ریشه داره. آنها باید پاسخ بدن که این پدیده از کجا آمده، نه اینکه من بیام در دفاع برخیزم که این پدیده ربطی به اون منشأی که اونها تصور میکنند نداره. ما باید توجه کنیم که این اسلام حکومتی یک روایتی هست از اون چی که بهش میگیم اسلام گرایی، که به اشکال مختلف خودش رو نشون میده در داعش، در طالبان، در اخوان المسلمین. ما میتونیم از یک اسلامیزم ژنریک صحبت بکنیم که این اسلامیزم ژنریک به لحاظ ایدئولوژیک دو تا مشخصه داره. اسلامیزم ژنریک رو من به کار میبرم در قیاس با فاشیسم ژنریک، چنانکه فاشیسم هم در کشورهای مختلف شکل‌های مختلفی داشته، ولی هسته مرکزی ثابتی رو ما تشخیص میدیم. اسلامیسم ژنریک یه مشخصش اینه که احیاگراست، یعنی یک صدر رو در نظر میگیره و اون رو میخواد احیا بکنه. آره، اجازه بدید من حرفتون رو همینجا قطع بکنم. بدن اینکه عین همین صحبت که شما میکنید، من میخوام نقل قول بکنم از خودتون و جوابی که روشنفکران دینی به شما میدن. شما میگید که اسلام خود را به صورت امروز در برابر دیروز و نو در برابر کهنه تعریف نکرد و گفت که معرفت کامل و حقیقی است و در برابر جاهلیت. محمد هم شد خاتم الانبیا و به این ترتیب تاریخ پایان یافت. شیعیان تاریخ را تداوم دادند، اون هم نه در وجه نو شدن، بلکه به صورت بازگشت. در اسلام تعیین کننده صدر است، همونجوری که الان هم گفتین. بازگشت به صدر، احیای صدر، ایدئال اسلام است. احکام اسلام تعطیل شدنی نیست، حرام در آن قرار است تا ابد حرام بماند و حلال در آن تا ابد حلال. این تصویری که شما میدین در واقع این تصویر اسلام داعشیه تا هر اسلام دیگه، در حالی که ما میدونیم که میلیون ها نفر در دنیا با دینداری به عنوان یک مسلمان زندگی میکنند، نماز میخونند، روزه میگیرند، ولی روش زندگیشون اصلا مطابقت نداره با اون چیزی که شما اینجا مطرح میکنید. کاملا درسته. اون روش زندگی اونها نه به دلیل اسلامه، بلکه علارغم اسلامه. یعنی ما کسانی رو که داریم که بهشون فخر میفروشیم، بهشون استناد میکنیم، مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل ابن سینا، اینها پدیده هایی هستند که علارغم اسلام شکل گرفتن، نه در امتداد اون چی که نص و پیام اسلام وجود داره. کلن در مورد اصل دین این قضیه وجود داره که فرهنگ یک ستیز طولانی انجام میده برای اینکه دین رو و اون خشونتی رو که درش هست مهار بکنه و از اون خدای منتقم، از اون قاسم جبار
یک معشوق بسازه و یک پدیده زیبا و دوست داشتنی و رحیم بسازه. این تلاش فرهنگه، ولی فرهنگ همواره در یک دوره‌های بحرانیش این تلاش شکست میخوره و یک بار دوباره اون بازگشت به صدر صورت میگیره و اونجا هست که ما با پدیده الهیات شکنجه مواجه میشیم. و آنچه که من دست میگذارم روش این الهیات شکنجه است، این خطر به اون بازگشت و این ناتوانی فرهنگ در مهار این خشونتی که اینجا وجود داره. خب ولی این مهار شده آقای نیکفر، همین که همینطور که الان هم گفتم بسیاری از مسلمان ها با این، یعنی میلیون ها مسلمان، شاید اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها به اون شکلی که شما تعریفی میکنین از دین اسلام اونطوری زندگی نمیکنن. کاملا. و خود روشنفکران دینی میگن که اصولا برخلاف نظر شما اسلام یک مکتب جامد و انعطاف ناپذیر نیست. اشاره میکنن به عده زیادی از مسلمان هایی که به علت شیوه نوع فکرشون یا برداشت خاص خودشون از اسلام در زندان هستند، مورد شکنجه قرار میگیرن، اعدام میشن به همین دلیل. اینها همه نشانه اون، این روشنفکران دینی میگن که اون برداشت یک طرفه و مطلقی که شما دارین میکنین از اسلام غلطه، اینجوری نیست اصلا. در بعد ولی نگاه کنیم به این منطقه ببینیم این چه وضعی وجود داره. اینها در واقع توهم نیست، این جنگی که درگیر شده و این منطقه رو به آتش کشیده. مسلما اسلام روایت های مختلف داره. اصولا اسلام یا هر دین دیگه یک داستانه، یک روایته و این تاریخ و از مجموعه روایت های مختلف درست شده. ولی وقتی فرهنگ دچار بحران میشه، یک روایت تبدیل به روایت غالب میشه و دست بالا رو میگیره. موضوع این هست که این از کجا آمده؟ این سوالی است که من از روشنفکران دینی بارها کردم و معتقدم که این بحرانی که در فرهنگ وجود داره اجازه این احیا رو داده. و این وقتی این احیاگری ترکیب بشه با اراده به قدرت جدید، این پدیده ازش برمیخیزه. من اصلا معتقد نیستم که این پدیده، این اسلامیزم خشن همون اسلام سنتی هست. اسلام سنتی اسلام مکاسبه و تیپ ایدئالی که در اون کتاب مکاسب داریم این هست که یک حاجی بازاری هست، یک پدرسالار هست، یک سر قوم کارهای خیر میکنه و اموراتش رو میگذارونه و یک ترکیبی از دین و دنیا برای خودش داره. این پدیده وقتی دچار بحران میشه، این اسلامیزم خشن در میاد و این اراده به قدرت تکنیکی با خشونت. قدرت آقای نیکفر مختص و منحصر به اسلام نیست. ما میتونیم مثال مشخص بزنیم در همون منطقه که شما بگین به آشوب کشیده، اسلام اون رو به آشوب کشیده یا لاقل اون برداشت خاص از اسلام به آشوب کشیده. در گذشته هم همچین امن نبود. ما حکومت‌های دیکتاتوری سکولار داشتیم که در همون کشورها داشتن همون کارهایی میکردن که خیلی از الان نیروهای به قول شما اسلامی دارن میکنن. یعنی اینکه اینجوری نیست که مثلا حکومت‌های غیر اسلامی یا حتی سکولار هم به هر حال ایدئال مردم باشن. من حساب این به اصطلاح حکومت‌های سکولار رو، یعنی مثل محمد رضا شاه یا صدام حسین یا اسد، رو جدا از اون فرهنگی نمیدونم که آموزگار اصلیش دینی به اسم اسلام بوده. یعنی شما در نظر بگیرید که وقتی این فجایع رو میبینیم که اینجا فرهنگ دچار بحران شده و معلمان این فرهنگ عالمان دین بودن. خب حالا در مورد آمریکای لاتین چی میگین؟ شما ما در آمریکای لاتین سالها حکومت‌های خشن نظامی، شکنجه، کشتار، اعدام تا دلت بخواد وجود داشت و وجود داشت. اونها که مسلمان نبودن. من مسلمه. من که نمیخوام بگم که هر پدیده‌ای، ما انواع اقسام بیماری‌ها رو داریم، همشون بر نمیگرده به یک ویروس یا به یک میکروب. ما در جاهای مختلف با پدیده‌های مختلف، ولی در اینجا به طور مشخص شما نمیتونید از فجایع اجتماعی صحبت بکنید مگر اینکه پای
این فاکتور دینی رو در نظر بگیریم. حداقل میتونیم بگیم که این وضعیتی هست که شما 1400 سال آموزش دادید و این فرهنگیه که درست کردید. و توجه بکنید که خودشون بیشتر خودشون رو میکشن. در طول تاریخ مسلمان ها بیشتر به دست مسلمان ها کشته شدن. این ورشکستگی یک فرهنگه، این ورشکستگی یک آینه که نتونسته انسان ها رو با هم دیگه آشتی بده و زندگی رو دلپذیر کنه برشون. ولی به هر حال حالا ما اون مواجهیم با وضعیتی که بسیاری از دیندارانی که برداشت متفاوتی از اسلام دارن و تلاش دارن میکنن که این اسلام رو از اون خشونت و اون تمام اون چیزایی که شما توصیف میکنید ازش بزدایند، به طریقی از طریق به اصطلاح یک رفرم دینی که دارن صورت میگیرن. آیا مثلا نهایتا بسیاری از اونها بسیار آدمای فرهیخته هستند، بسیار با دانشن و روی کردشون هم به مسائل حقوق بشری همونه که بسیاری از سکولارها میخوان و همینطور جدایی دین از دولت رو هم مطرح میکنن. آیا نباید آدمای سکولاری مثل شما استقبال بکنن از اینا به جای که مقابله بکنن با اون؟ من همواره استقبال کردم، یعنی علارغم انتقادهای من روابط دوستانه و پژوهشی با هم داریم، بحث میکنیم و این بحث همواره محترمانه پیش رفته. ولی اصلا شما روشن به اصطلاح مقوله به عنوان روشن فکری دینی رو قبول ندارید؟ نه، من کاملا این رو قبول دارم. یعنی من برخلاف کسانی که شما میگین که این توصیفی که شما از دین میکنید که این به اصطلاح انعطاف ناپذیره و میگه در چنین دینی که سلفیگری در بنیاد آن است چه جایی برای نواندیشی میکنه؟ نه، ببینید من دو تا انتقاد اساسی به روشنفکران دینی دارم. یک، اونها مجاز نیستن یک بنیادگرایی دیگه ای رو در برابر بنیادگرایی خشونتزا قرار بدن. یعنی بیان میگن که ما این نص قرآن رو، این نص دین رو بهتر میفهمیم و آنچه که میبینید این اسلام خمینی یا داعش اینا یک سوء تفاهمه و ما فهم بهتری میاریم. این ادعا باطل هست. این ادعا اگر این ادعا در عمل هم کارساز باشه و به همون جایی برسه که شما میخواین برسونید چرا باطله؟ این برمیگرده به پروژه دوم. ادعای اینها، یک آرمان اینها رسیدن به نوعی پروتستانتیزم هست، رسیدن به نوعی رفرماسیون هست. یک، عصر رفرماسیون به پایان رسیده. این رفرماسیون میبایست در قرن 19 در ایران شکل میگرفت. درک اینها از تاریخ رفرماسیون هم غلط هست. یعنی اینطوری نشد که لوتری آمد و رفرم ایجاد کرد و این دین اهلی شد. نه، پروسه سکولاریزاسیون پیش آمد و بعد اون چیزی رو که بهش میگیم پدیده پروتستانتیزم فرهنگی پیش آمد و رام شد و کنار گذاشته شد و فراموش شد. این تصور که ما یک اسلام رفرم یافته میاد غلبه پیدا میکنه، نه. الان مسئله اصلی مسئله قدرته. وقتی که قدرت حل بشه اون موقع ما وارد یک عصری میشیم که انسان‌ها دین خودشون رو دیزاین میکنن، اون چیزی که در غرب دیدش. اون موقع ما میتونیم با یک گرایش جدید مواجه بشیم که از هم الان هم در ایران دیده میشه. کسانی هستند که این ادعای روشنفکران دینی رو کنار گذاشتن و شعار بازگشت به معنویت میدن. و این شما چیزی است که دیگر به نظر میرسید میخواین در واقع من باز یک نقل قولی از شما میکنم برای اینکه نگرشتون یا دینتون یا برخوردتون به روشنفکران دینی رو نشون بده. شما میگین که آیا باید استقبال کرد از گفتگو و ارتشناسی متقابل جریانهای فکری و سیاسی که تبارهای مختلفی دارند؟ به نظر من آری، اگر مبنای عمومی این نزدیکی دست کم چنین باشد. از آن به جنایاتی که رژیم فعلی آگاهانه به قصد و با انگیزه های ایدئولوژیک مرتکب شده است، اعتقاد به اینکه نظام تبعیض بایستی برچیده شود و آینده مطلوب برای ما یک سامان سیاسی سکولار دموکراتیک است. این در واقع بیاید یا سکولار بشین یا شما را قبول ندارید.
نه خودشون که الان داره امروز خیلی هاشون داره میگن که ما سکولار هستیم، سکولار سیاسی هستیم. یعنی این موضوع که دین میبایست از عرصه قدرت کنار گذاشته بشه، این رو کسی که نپذیره یعنی آماده است این فجایع رو ادامه بده. این یک شرط اساسی است و خوشبختانه کسانی که چهره های اصلی روشن فکران دینی هستن همشون به این مرحله رسیدن و این جدایی رو قبول دادن. این که در واقع چه در بیاد این برمیگرده به آینده، یعنی ممکنه که ما در آینده وقتی که تحولاتی رخ بده و پای انتخاب‌های اساسی قرار بگیره اون موقع معلوم میشه که هر کس چه عیاری داره. حالا شما میگید که الهیات سیاسی در ایران حاکمه و مقصر اصلی خیلی از کشتارها و جنایت‌های حکومت ایران به زعم شما خود اللهه. منظورتون چیه دقیقاً؟ شما در نظر بگیرید که زمانی نقلی میشد از داستایوفسکی به این صورت که اگر خدا نباشد هر کاری رواست. ما در ایران عکس این قضیه رو دیدیم و در منطقه عکس قضیه رو میبینیم. هر چقدر خدا بیشتر حضور داشته باشه خیلی کارا بیشتر روا میشه. و در نظر بگیرید که ما وقتی که میایم فاجعه آییم که در اوین یا کهریزک گذاشته، این هست که همه چیز به اسم الله صورت میگیره. من هیچ تهمتی نمیزدم، من میگم فقط جدی میگیرم. یعنی وقتی که کسی به اسم خامنه ای میگه من نماینده خدا یا نماینده امام، من اینو جدی میگیرم. وقتی بازجو به اسم خدا شلاق میزنه، به اسم خدا تجاوز میکنه، به اسم خدا اعدام میکنه، من اینو جدی میگیرم. من اصلا کاری ندارم، دیگرون باید توضیح بدن. من جدی گرفتن این واقعیت، من هیچ کاری جز بیانی که این کاملا جدی، این رو باید جدی گرفت. اون موقع روشن فکر دینی یا مسلمون اون باید بیاد به این فاجعه پاسخ بده، باید بیاد خداش رو نجات بده. و وقتی این حرکت دیده نمیشه، وقتی این سرشون انداختن پایین و این فجایع ادامه پیدا میکنه، لابد یک رضایت قلبی وجود داره. اونا اتفاقا مقابله میکنن. بحثشون اینه که اتفاقا این الله، بحث وقتی میگن این الله، الله ما نیست و این الله این حاکمان بحثا کسانی هستن که این کارا رو میکنن و دارن سوء استفاده میکنن. اینا فقط برای بقای قدرتشونه و هیچ اشکال اعتقاد دینی هم اونچنان نداشته باشن، ولی سوء استفاده میکنن از این الله. و صحبت اونا اینه که این حرفشون یک ایراد داره. اجازه بدین ما مثلا در مورد حکومت های لایق، آیا اللهی که در زندان های زمان پهلوی بود اونم الله شکنجهگر بود؟ نه، شکنجه اتفاقی افتاد. آره، شکنجهگر پهلوی به اسم شاه این کارو میکرد، ولی شکنجهگر جمهوری اسلامی دقیقاً وسیله شده بود برای استفاده. آره، این که وسیله شده این مشکل خود این الله است که چرا نتونسته یک کیشی درست کنه، یک آینی درست کنه که این اینقدر آلت دست قرار میگیره. یعنی ما در سر تا سر تاریخ که نگاه کنیم دست رو هر چیزی بذاریم میگن که این آلت دست قرار گرفته، سوء استفاده شده، تفسیر غلط بوده. این چه کیش و چه آینی که سر تا سر تاریخ سوء تفاهمه؟ اصولا به نظر شما ضرورت این بحث و جدل نظری با روشنفکران دینی چیه؟ یعنی چه چیزی من اتفاقا حاصل میشه؟ آره، من بحث اصلیم با روشنفکران دینی نیست. ولی شما اگر به مبنای عقیدتی اونها به تازی طبیعتا با اونها طرف بله، مبنای عقیدتی بحث اصلی من مسئله خشونته. بحث اصلی من این وضعیتی است که در این کشور و این در این منطقه در گرفته
و حساس شدن نسبت به این پروژه های احیاگری و پروژه های ترکیب اسلام با تکنیک و نظامیگری. و وقتی هم که نگاه میکنم میبینم که یک پروژه های آلترناتیوی هم میاد رخ میده، حساس میشم و میگم که دوستان گرامی، شما میخواید یک روایت دیگه ای از احیاگری به دست بدید و این به نتیجه نمیرسید. استراتژی های دیگه ای وجود داره و باید به فکر آلترناتیف های دیگه ای باشید. خب حالا شما فعالیت های خیلی زیادی دارید تو این زمینه ها، همطور که در مقدمه هم گفتم، هم زیاد می‌نویسین، کتاب می‌نویسین، مقاله می‌نویسین، سخنرانی می‌کنین و در آموزش می‌دین از طریق اینترنت، کلاس های آموزشی دارید. مخاطبتون چی می‌خواد دست بیارین از این؟ یعنی می‌خواد به چه برسید؟ اون چی که من میخوام بهش برسم در واقع نقد خشونت هست، نقد تبعیض هست. این حساسیتی است که به هر حال از نوجوانی داشتم به تبعیض و عدالت خواهی و مسیرهای مختلفی رو طی کرده و به اینجا رسیده. و به هر حال من معتقد به مسئولیت هستم که روشنفکر باید یک نقش مسئولانه‌ای رو ایفا کنه. این مخاطب شما روشنفکر هستن یا مردم عادی هستن؟ به هر حال من بیشتر با تیپ دانشجو و روشنفکرها مواجه هستم. خب حالا یه سوال پیش میاد آقای نیکفر و اون اینه که ما در ایران از پیش از انقلاب مشروطه، از زمانی که اون هسته های اولیه سوسیال دموکراسی به وجود اومد در ایران تا دوران انقلاب مشروطه و این داره، هم مدام تلاش شده برای به اصطلاح پیشبرد نظرات سکولاریسم و ایجاد یک جامعه دموکراتیک و دموکراسی، ولی همه اینها در صد و خورده سال این تلاش ها شد و در سال 1357 منجر به انقلاب اسلامی شد. یعنی اینو به شما نمیگه که اصولا سکولاریست ها در جامعه ایران هیچ وقت نتونستن به مقصد برسن؟ شاید مردم حرفشون رو گوش ندادن، شاید مردم بیشتر به دلیل اعتقادات دینیشون به روشنفکرهای دینی بیشتر گوش میدن، حرفشون رو قبول میکنن تا سکولاریست هایی مثل شما. نه، ببینید که لغت سکولاریزم رو نگاه کنیم ببینیم که یعنی چی. یک جا میگیم سکولاریزم مشخصه سکولار صفت یک دورانه که ما همه در این دوران به سر میبریم، حتی متحجرترین آخونده حوزه علمی قوم هم در این دوران به سر میبره و خیلی کارا رو میکنه متناسب با مقتضیات این دوران. و بعد صفت یک رویکرد به جهان و یک جور تفسیر به جهان که این هم غلبه پیدا کرده. یعنی خود آیت الله ها وقتی مریض میشن خودشون رو به ذریعه حضرت نمیبندن، بلند میشن میان لندن. این سکولاریزمه، یعنی این پذیرش این هست. طب مدرن این به معنی در واقع یکی هسته های اصلی در واقع تفکر سکولار، یعنی خیلی چیزهای سکولار، بهداشت مدرن، خیلی رفتارهای مدرن، اینا حتی آخوندها هم پذیرفتن. یک مسئله اصلی میمونه موضوع قدرت سیاسی. این قدرت سیاسی هست که مورد بحثه و این قدرت سیاسی برخلاف اون چیزی که تصور میشه، من بارها تاکید کردم این قدرت سیاسی ما فقط با اسلام توضیح نمیدیم یا یک ایدئولوژی. من تلاش کردم که بیام بگم ما وقتی بگیم اسلام فقط با یک دین، با یک الله، با یک پیغمبر مواجه نیستیم. اسلام اسم یک بیزینسه. دینداری نوعی از سرمایه‌داری هست و پشت همه این دعواها منافع خوابیده. جمهوری اسلامی یک کمپلکس ایدئولوژیک، نظامی، مالی هست و این ابعاد رو یکی از پروژه های مهم زندگی من که بخش هایش منتشر شده و همچنان کار میکنم در جستجوی یک
فرصت دانشگاهی برای پایان رسیدن اون هستم اقتصاد سیاسی دین هست که من در این پروژه کوشش کردم ثابت کنم که دین یک سکه است و این سکه بانک داره و این سکه رو جمع میکنن و این سکه تبدیل به ارز اقتصادی میشه، این سکه تبدیل به مقام میشه، تبدیل به پست میشه و این سکه دچار بحران میشه و دچار تورم میشه و دچار فلاکت میشه. همه این هاست. وقتی که من میگم اسلام یک اسم رمزه، اسلام اسم رمز اورانیوم، اسلام اسم رمز مافیای اتمی است، اینو تلاش ما برای نشون دادن که پشت این چی میگذاره. بسیار خوب، وقتمون آقای نیکفر تموم شد، ولی من یک سوال ناچارم بکنم از شما و اون اینه که علت شکست به اساس سکولاریسم و دموکراسی در جامعه ایران چیه؟ شما یک اشاراتی در نوشتاتون میکنین به محافظه‌کاری ایرانی، اگه خیلی کوتاه به من توضیح بدین که دقیقاً منظورتون چی از محافظه‌کاری ایران؟ آن چه رو که من بهش میگم محافظه‌کاری ایرانی، اگر در یک کلام بخوام مشخصش رو بگم، اون هم ولایت پذیری و ولایت مداریه. یعنی از نقش اتوریته در قالب پدر سالار، در خان قبیله، لات محل، آخوند محل، خمینی، ولی فقیه، کمیته مرکزی، رهبر، رئیس حلقه دراویش، یعنی میبینی که ما با ولیهای مختلف مواجه هستیم و حتی در محفل دوستانه هم میبینیم که این اعمال ولایت رو میبینیم. آنچه که باید نقد بشه و عنصر اساسی محافظه‌کاری ایرانه، این مسئله در ولایت مداری و ولایت پذیریه که یکی از اولین چیزاش به صورت در واقع این تبعیض مرد سالاران است. خیلی متشکرم آقای امام رضا نیکفر از شرکتون در برنامه. ممنون از شما.